سلام دوستان، امروز میخوام براتون قسمت اول سریال عائله یا فامیلی رو خلاصه تعریف بکنم. این سریال که با ورود مادر خانواده به داستان آغاز میشه نشون میده که اون مادر که خولیا نام داره به کارگر خونه دستور میده که میز ناهارخوری بزرگی که اونجا وجود داره رو تعمیر کنه تا برای تولد شب آماده باشه، چون قراره همه افراد خانواده دور اون میز جمع بشن. تو اینجا راجع به اهمیت میز و نشستن دور میز صحبت میشه و صدایی روی تصویر میگه که به قول پدرش کسی که از روی میز بلند بشه در حقیقت همنشین شغال هاست در غذا خوردن. بعد از این ما میبینیم که صحنه بعد توی هواپیما شخصیت های اصلی داستان رو نشون میده. اصلان که همون کیوانچ نقشش رو بازی میکنه و دوین که سرنای نقش اصلی فیلم رو بازی میکنن توی هواپیما نشستن و سرنای که خیلی استرس داره مشغول دائم مشغول دروردن صدای حالا یا انگشتاشه یا کاغذی رو میچسب فشار میده یا یک پکیج رو هی صداشو در میاره که باعث اذیت و آزار اصلان هنرپیشه نقش اول مرد میشه. آخر اصلان به دوین میگه که اگه ممکنه سر صدا نکنه. در مرحله بعد اینا از هواپیما پیاده میشن و اصلان که ماشین مخصوصش اومده بود دنبالش میره یه را سوار لیموزینش بشه تا بره به مقصدش. در همین حین میبینه که در حقیقت دوین یا هنرپیشه نقش اول خانوم داره با کسایی که تو صف تاکسی هستن چونه میزنه که بهش اجازه بدن اون زودتر از بقیه تاکسی رو بگیره به خاطر اینکه خیلی عجله داره و دیرشه. طاقت نمیاره و به خاطر همون آشنایی کوچولوی چند لحظه‌ای که توی هواپیما داشتن میره سراغش و میگه اگر که خیلی کارش عجله ای فوریه میتونه اونو برسونه به جایی که میخواد و دوینم قبول میکنه و بدون اینکه تشکر کنه یا چیزی با یه نگاه خیلی خاصی سوار ماشین میشه. اصلا توی راه اسم دوین رو میپرسه، دوین خودش رو معرفی میکنه با یه بیتفاوتی خیلی خاص و اصلا هم اسم خودش رو معرفی میکنه. از اون طرف نشون میده توی خونه همه مخصوصا گولی و مادر خانواده مشغول تدارکات تولده و میخواد که همه چیز سر وقت انجام بشه و نگران اینه که اصلا به موقع برسه. اصلا دوین رو به بیمارستانی که میخواد میرسونه و پیاده دوین پیاده میشه بدون تشکر و یه راست میره. اصلا قبل از که راننده خیلی دور بشه بهش دستور میده که برگرده چون کنجکاو شده بوده ببینه دوین با این همه عجله و اضطراب چی کار داره توی بیمارستان. پیاده میشه و میره توی بیمارستان، میبینه که در قسمت امرجنسی یا همه اورژانس بیمارستان باز میشه و توی اون یه دختری روی تخت خوابیده و بهش سرم وصله و اون دختر داره خنده های هیستریک میکنه در حالی که دوین با عصبانیت و ناراحتی داره بهش داد میزنه و اون دختر میگه که فقط میخواستم بدونم که تو چقدر منو دوست داری. در همین حد و در بسته و باز میشه و دوین شروع میکنه به خارج شدن از اتاق. اصلا برای اینکه دوین نفهمه که اونو تعقیب کرده سعی میکنه سری خودشو به ماشین برسونه اما راننده خیلی معطل میکنه برای رفتن و دوین دوباره بدون اینکه هیچی بگه سوار ماشین میشه و اصلا با تعجب بهش میگه خب حالا میخوایم چیکار کنیم، دوست داری الان چیکار کنید و اون میگه که بریم، فقط میگه بریم و هیچ چیز دیگه ای نمیگه. بعد ماشین راه میفته و بدون اینکه دوین چیزی بگه و ساعت ها ساکت میشینه و کم کم از خستگی و استرسی که قبلش تجربه کرده بود توی ماشین خوابش میبره. اصلا که تقریبا دیرش شده بود و باید به یه بیزینسی که داشت میرسید باید به یه قرار ملاقات میرفت تصمیم میگیره که دوین رو بیدار کنه اما چند بار که صداش میکنه دوین بیدار نمیشه. در نتیجه تصمیم میگیره با دوین به اون قرار ملاقاتی که داره بره و بذاره دوین توی ماشین بخوابه خودش به قرارش برسه.
ببین که توی ماشین خواب بوده، اصلا پیاده میشه توی قایق تفریحی با عموی خودش ملاقات داشته. ظاهرا اینجا اصلان و عموی خودش یک سری مشکلات و عدم توافقات کاری داشتن که از اونجایی که اصلان تصمیم میگیره که تو کارهای خلاف دخالت نداشته باشه، اینجا یک کار با عموش به مشکل میخوره و یه بحثی بینشون پیش میاد. تو این فاصله دوین از خواب بیدار میشه، از ماشین پیاده میشه و میبینه که اصلان و یه گروهی توی کشتی دارن صحبت میکنن و درگیری دارن. در نهایت اصلان با شکستن شیشه میزی که جلوی روش بوده با عموش صحبت میکنه و میگه تو کارهای من دخالت نکن، منم تو کارهای تو دخالت نمیکنم، و از کشتی پیاده میشه تا برگره توی ماشین. اصلان که میاد پایین و میبینه که دوین وایستاده و داره اونو نگاه میکنه، همونطور که از دستش خون داشته میمده، به دوین میگه گشنته، و بعدش اونا با هم میرن سر پایی غذایی میخورن. و تو همین فاصله دوین از اصلان میپرسه تو مافیایی؟ و اصلان میگه که در جوابش میگه مگه اصلا این روزا مافیا هم وجود داره؟ و دوین با خنده میگه ها یادم رفت، راست میگه، این روزا اسم مافیا رو میذارن بیزینس. و همینطوری گفتگوی اونها ادامه پیدا میکنه و با هم راه میرن. و با وجود اینکه راننده اصلا بهش یادآوری میکنه که میز غذا فراموش نشه، ولی اصلا به راه رفتنش با دوین و حرف زدنش با اون ادامه میده. اصلا دوین در مورد خانواده هاشون با هم یکم صحبت میکنن و اصلا بهش میگه که امشب شب تولد پدرشه. اینجا دوین که با اصلان یه مدت تایم خوبی و گذرانده، ازش میخواد که با هم یه عکس یادگاری بگیرن، ولی اصلان طوری عکس میگیره که صورت خودش توی عکس دیده نشه. در همون حین یه مسیج برای دوین میاد و اونا سریع به سمت خونه خواهر دوین که همون یامور بود و قبلا توی بیمارستان بستری شده بود میدونن. اونها در خونه رو با زور باز میکنن و وقتی میرن خونه، اصلان بدن یامور رو پیدا میکنه که روی زمین افتاده و ظاهرا بالا هم آورده. در این حال صدای اصلان رو میشنویم که داره میگه به دوین که از رانندش بخواد بیاد تو، چون یامور دارو خورده و اونو باید ببرن بیمارستان و معده‌اش رو شستشو بدن. توی این حالت دوین خیلی حالش بد میشه و همش خودشو مقصر میدونه. وقتی میرن بیمارستان انقدر دوین حالش بد شده و استرس داره که اصلا وقتی اون حالشو میبینه نمیتونه تنهاش بذاره و سعی میکنه دلداریش بده. دوین تو این حال اصلا رو بغل میکنه و اصلا هم برای آرامش دوین شروع به نوازشش میکنه. از اون طرف توی خونه خانوادگی اصلا همه چیز آماده است و میز شام در حال چیده شدنه. چیزی که خیلی عجیبه اینه که بیرون خونه خانوادگی اصلا برادر اصلان که جهان نام داره منتظره که بیاد تو، تقریبا از ظهر منتظره، اما مادر خانواده یا همون هولیا دستور داده که اگر جهان قبل از اصلان خواست وارد خونه بشه حتما بهش شلیک کند. و با اینکه شب شده، جهان هنوز اجازه ورود به خونه رو پیدا نکرده. جیلان خواهر کوچیکتر اصلان جهان وقتی میبینه شب شده و هنوز اصلان نرسیده، به مامانش میگه شاید بهتر باشه که جهان رو هم بگیم بیاد تو. بالاخره هولیا قبول میکنه، در رو برای جهان باز میکنن و اون وارد خونه میشه. همه خانواده به غیر از هولیا میرن استقبال جهان، اما هولیا حتی اجازه نمیده جهان دستشو ببوسه. هولیا به اصلان زنگ میزنه، اما اصلان که توی بیمارستان بوده جواب تلفنش رو نمیده. یامور رو که شستشوی معده دادن به خواهرش نشون میدن و اصلانم به رانندش میگه که ما برای شام خیلی دیر کردیم. توی خونه هولیا همه آماده نشستن و منتظرن که مادر بزرگ از پله ها میاد پایین و همه تظاهر میکنن که شادن و دختر کوچیک خانواده حتی برای اینکه مادر بزرگ متوجه چیزی نشه آهنگ میذاره و شروع به رقصیدن میکنه. جهان خودشو به مادر بزرگ که ظاهراً آلزایمر داره معرفی میکنه و مادر بزرگ از دیدنش خیلی خوشحال میشه. لیلا که بزرگترین دختر هولیا و فرزند اول این خانواده است، با همسرش و بچه هاش همگی تو خونه هولیا با هم زندگی میکنن. لیلا در جواب مادر بزرگ وقتی میپرسه که یوسف که همون پدر
لیلا هست کجاست؟ از اونجایی که به یاد نمیاره و آلزایمر داره به مادر بزرگش جواب میده که ما همه منتظرش هستیم، هنوز سر کاره و نیومده. مادر بزرگ وقتی اینو میشنوه خیلی ناراحت میشه و رو به نوش میکنه و ازش میپرسه میدونی چرا پدرت هنوز سر کاره و نیومده؟ و در جواب خودش با اشاره به صورت هولیا میگه برای اینه که کمتر قیافه اینو ببینه. اسلان و دیوین کنار تخت یامامور نشسته بودن. دیوین با اشاره به خواهرش که روی تخت بیمارستان افتاده میگه میدونی مقصر همه این مشکلات چیه؟ داشتن یه پدر نارسیست و یه مادر دوقطبی. و وقتی اسلان ازش میپرسه که تو چطور از این شرای جون سالم به در بردی، دیوین با تعجب و خنده به اسلان میگه به نظرت من جون سالم به در بردم؟ بعدم میگه که فکر میکنم من به این دلیل جون سالم به در بردم که به این شرایط به چشم یه فیلم مستند نگاه کردم، یه فیلم مستند غمناک که توش شخصیت‌های داستان یکی یکی ناپدید میشن. از اون طرف سر میز شام حرفای ناخوشایندی در مورد گذشته هولیا و اینکه یوسف اشتباه کرده که همچین زنی گرفته توسط مادر بزرگ زده میشه و اینکه هولیا بلد نبوده بچه داشته باشه تا زمانی که اصلا به دنیا میاد اصلا از هیچ کدوم بچه‌هاش درست نگهداری نمی‌کرده. خلاصه انقدر حرفای مادر بزرگ هولیا رو اذیت میکنه که در نهایت با بیرحمی کامل به مادر بزرگ میگه که پسرش یوسف مرده و دیگه هیچ وقت نمیاد. اون میگه که یوسف خودشو با شلیک یه گلوله توی سرش کشته و با اشاره به جهان میگه که جهان از همه بهتر میدونه که یوسف چجوری خودشو کشته و اگه اون به ما زودتر گفته بود شاید میتونستیم یوسف رو نجات بدیم، اما انقدر دیر گفت که دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیومد. وقتی اصلان میرسه مادرش تنهایی سر میز شام نشسته بود و همه میز شام رو ظاهراً ساعت‌ها بود که ترک کرده بودن. کیک تولدم دست نخورده روی میز مونده بود. با اومدن اصلان مادرش هولیا از روی میز بلند میشه و میره و اصلان هم بدون توجه به رفتن اون و بدون اینکه صحبتی بکنه شروع به خوردن غذا میکنه. صحنه بعد نشون میده که دوین داره با یه بیمار توی مطب روانشناسی خودش صحبت میکنه و بعد از اینکه جلسات روانشناسیش تمام میشه به خونه میره و میبینه که یک مرد غریبه از آپارتمانش خارج میشه. سری میره توی خونه و از خواهرش یامور میپرسه که تو مرد میاری توی خونه؟ خواهرش هم با یه لبخند میره توی اتاق خودش و هیچ جوابی به دوین نمیده. بعد از اون دوین میره سراغ لپتاپ و در مورد خانواده اصلان سرچ میکنه و متوجه میشه که یوسف سایکان همون پدر اصلان خودشو کشته بوده و با وجود اینکه همه انتظار داشتن پسر بزرگش جهان کارهاش رو اداره کنه، اما پسر جوان ترش اصلان شرکت رو اداره میکنه و یه اطلاعات کلی دوین از خانواده اصلان به دست میاره. دوین به بهونه برگردوندن کت اصلان فردای اون روز میره محل کار اصلان و میگه که از توی جیبش کارت رو پیدا کرده و آدرس اصلان رو از روی کارت پیدا کرده. اصلان از دوین میپرسه که غروب چی کار میکنی و وقتی دوین میگه که کار میکنه اصلان میگه روانشناسا غروب هم کار میکنن و اینطوری بهش میفهمونه که در موردش تحقیق کرده و بالاخره میتونه برای یک شنبه باهاش قرار بذاره. شماره هاشون رو به هم میدن و اینطوری میشه که رابطه بین اونها شروع میشه. تی هولیا و اصلان به دلیل اینکه اصلان به موقع سر میز شام تولد پدرش نرسیده بود یکم شکراب میشه و مادرش بهش میفهمونه که میدونه با یه دختری در ارتباطه و معلوم میشه که عموی اصلان این خبر رو به مامانش داده. هولیا از اصلان میخواد که خیلی با این دختر رابطهش رو جدی نکنه، اما اصلان در جواب از هولیا میخواد که توی زندگی شخصیش دخالت نکنه. اصلان دوین رو به گرونترین رستوران شهر میبره، اما ظاهرن دوین خیلی حوصله‌اش سر میره و به همین خاطر اصلان اون از اونجا میبره بیرون و با دوین میرن توی یه مراسم عروسی که همون نزدیکی ها بوده. وانمود میکنن که دعوت شدن و توی عروسی حسابی خوش میگذرونن.
به این ترتیب اونجا برای اولین بار اصلان و دوین همدیگر رو میبوسن. تو راه برگشت اصلان متوجه میشه که دارن ماشینشون رو تعقیب میکنن. بعد از اینکه متوجه تعقیب میشه، سعی میکنه با سرعت زیاد از ماشینی که تعقیبشون میکنه دور بشه و راه رو کج کنه. دوین که متوجه این تغییر حالت و رفتار اصلان میشه، خیلی حالش بد میشه و بعد از اینکه این اتفاق افتاد از اصلان میخواد که ماشین رو نگه داره. پیاده میشه و وقتی دلیل این رانندگی وحشتناک اصلان رو میپرسه، اصلان میگه چون ترافیک زیاد بود مسیر رو عوض کردم. ولی دوین با عصبانیت بهش میگه که فکر کردی من احمقم، تو در مورد خانوادت به من دروغ گفتی، در حالی که نزدیک بود بمیری میگی به خاطر ترافیک مسیرتو عوض کردی. اصلان با عصبانیت میپرسه چرا گفتی من در مورد خانوادم بهت دروغ گفتم؟ دوین هم میگه به من گفتی خانوادت یه خانواده معمولیه، گفتی رابطه‌ام با مادرم خوبه، گفتی تولد پدرمه، اینها همه دروغ بود. اصلان هم عصبانی میشه و میگه تو در مورد خانواده من تحقیق کردی؟ و بعد هم میگه سوار ماشین شو تا برسونمت. وقتی به دم خونه دوین میرسن، اصلان به دوین میگه تو هم در مورد پدرت دروغ گفتی، گفتی که نارسیسته، در صورتی که اون ازدواج کرده، بچه داره، یه خانم خوشگل داره و خیلی هم تو عکس‌ها خوشحال به نظر میرسه. بعد هم با بیرحمی و عصبانیت به دوین میگه که فکر میکنه مشکل اصلی خود دوینه، اما خودش اینو نمیدونه. تو این لحظه دوین با پیشونی به دماغ اصلان محکم میزنه و از ماشین پیاده میشه و میره. اصلان که از این حرکت دوین هم متعجب بود و هم خندش میگیره، متوجه یه ماشین میشه که روبروی خونه دوین پارک کرده و ظاهراً داره آمار اونها رو میگیره. پیاده میشه و یه گوشمالی حسابی به راننده ماشین میده و در آخر هم متوجه میشه که اون آدم توسط هولیا که مادر خودش بوده اجیر شده تا اونها رو تعقیب کنه. عروسی داشتن خوش میگذروندن نشون میده که زیر دستای اصلان یه بار غیرقانونی رو که تو بارهاشون جاساز شده بود پیدا میکنن و اون رو منفجر میکنن. عموی اصلان که از این کار اصلا خوشش نیومده بود به اصلان زنگ میزنه و اونو تهدید میکنه. صحنه بعد اصلان میره دم خونه دوین بدون اینکه به دوین اطلاع داده باشه و یا اینکه دوین بدونه. مدت ها دم ماشین دم در خونه منتظر میمونه، اما وقتی دوین از خونه بیرون نمیاد خودش میره زنگ آپارتمان دوین رو میزنه و وقتی دوین در رو باز میکنه وارد خونه میشه. اونجا در مورد خانواده‌اش شروع به صحبت میکنه و میگه که خانواده جاییه که آدم ها توش همه کارهای بد رو با نیت خوب انجام میدن. بعد هم از اینکه پدرش 5 سال پیش خودش رو کشته صحبت میکنه و از دوین بابت دیروز رفتار دیروزش عذرخواهی میکنه. در نهایت میگه که من و تو کودکی تنهایی داشتیم و تو بهترین جنگی هستی که من نمیتونم توش برنده باشم، اما هنوز این جنگ رو میخوام. ازش میخواد که بهش یه شانس دوباره بده و میگه که فردا میبردش یه جای خاص که کاملا اصلان رو درک کنه. در نهایت فردای اون روز اصلان برای اولین بار دوین رو با خودش سر میز شام خانوادگیشون میبره و به غیر از هولیا همه از دیدن دوین خوشحال میشن و بهش خوش آمد میگن و اون هم به مادرش میگه خیلی دوست داشتی دوین رو ببینی، اما لازم نبود برای دیدنش آدم بفرستی. و به این ترتیب به هولیا میفهمونه که متوجه شده بود که کسی که تعقیبش میکنه از طرف هولیا بوده. هولیا به دوین دست نمیده در حالی که دوین دستش رو به سمت اون دراز میکنه برای آشنایی، اما با اشاره اصلان با قرار دادن دو دستش دو طرف صورت دوین بهش میگه که تو چقدر زیبایی و با این کار زشتی دست ندادن خودش رو لاپوشونی میکنه. وقتی همگی سر میز شام نشسته بودن و مشغول بودن، در جای دیگه ای از شهر ماشینی رو نشون میده که دچار تصادف شده و راننده اون ماشین دوست دختر قبلی اصلان بوده، داخل ماشین کشته شده و با حرکات دوربین روی صورت هولیا تصادف و میز شام
مشخص میشه که این تصادف برنامه ریزی شده و برنامه ریزی این تصادف رو کسی انجام نداده به جز هولیا مادر اصلان. اینجا قسمت اول سریال خانواده یا آیله به پایان میرسه. امیدوارم دوست داشته باشین و با لایک و سابسکرایب من رو تشویق کنید. ممنونم. خدا نگهدار.